الهی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیزم سلام، وقتتون بخیر. خیر مقدم بهتون میگم. اینجا استودیو تاملند، کلاس دین و زندگی، و من محمد کریمی مدرس این درس در سالی که کنار شما خواهم بود انشالله، تا لحظات شیرین همراه با تلاش برای یادگیری مفاهیمی که هم در زندگیمون تأثیر گذاره، هم انشالله در انتخاب رتبه و رشته دانشگاهیتون تأثیر گذار خواهد بود. خیلی خوش آمد بهتون میگم. من تمام تلاشم رو خواهم کرد که کلاس خاطر انگیزی برای شما خواهد بود باشه این کلاس، و انشالله که بتونیم آنچه که تو ذهن شماست و تو رؤیای شماست رو کمک کنیم که تحقق پیدا بکنه. میگن علامت محبت آن باشد که ذکر محبوب بسیار کنند. خداوند بیچون تو را یک دل داد تا در محبت او یک دل باشی و یک رنگ، نه آنکه یک دل را به صد پاره کنی و هر پاره را به مقصدی آواره. چرا که القلب و حرم الله، دل حرم خداست. فلا تسکن حرم الله غیر الله. انشالله که دلتون حرم خدا باشه و غیر خدا جایی درش نداشته باشه. دعا میکنم خداوند از روی اخلاص به ما توان بده تا هم خوب بفهمیم هم خوب بفهمونیم. بچه ها، سال جدید، کنکور جدید و قوانین جدید. من با 27 سال سابقه تدریس درس دین و زندگی همه اطلاعات جدید و مهم رو گرفتم و به جای شما تلاش میکنم تا آپدیت بشم و در واقع آنچه رو که قراره برای شما اتفاق بیفته زودتر آماده کنم. حواسم هست که سال جدید یک شنبه ها ساعت 7 تا 9 انشالله تو این بازه قراره در کنار همدیگه 10 درس کتاب 12 دین و زندگی رو با هم بخونیم. این 10 درس رو از ابتدا تا انتها خط به خط مطالب رو براتون باز میکنم تا انشالله شما بتونید به شکل جای خالی، کوتاه پاسخ، صحیح و غلط، به شکل دو گزینه‌ای و به شکل پاسخ تشریحی، 6 سوالی که معمولا تشریحی میاد، بتونید پاسخگو باشید. در هر جلسه هنگام تدریس، حتی گاهی یک صفحه که تدریس میکنم، نمونه از این سوالات رو خدمتتون میدم تا شما باهاش آشنا بشید. این آنچه بود که لازم بود تو اول 2-3 دقیقه اول بگم. یه سلامی هم دلم میخواد بدم به همه دوستانی که الان دارم منو میبینن، که من فکر میکنم چند دستن. اونایی که تازه 12 شدین و تصمیم گرفتید امسال کنکور 1402 رو بدید، بهتون تبریک میگم حضورتون رو در کلاس 12 و انشالله شرکت در یک آزمون بزرگ و سراسری. بچه‌هایی که بعد از سالها یا سال گذشته یا سالها پیش کنکور دادن و مجدد تصمیم گرفتن و نمیدونن جریان چیه، من به اونا هم سلام گرم میدم، دستتون رو میفشورم و مطمئن باشید هر آنچه که لازم باشه شما تو این درس برای کنکور و امتحانتون موفقیت ایجاد کنه، من با اطمینان خاطر در مجموعه تاملند برای شما انجام خواهم داد. و یه سلامی هم میگم چون این جلسه آزاد بوده، حتما بچه های خوبی که سال گذشته یک شنبه ها ساندی، روز خورشید، روز شناخت و معرفت رو در کنار حقیر میگذروندند و همه یک شنبه ها با هم خاطره داشتیم، رو به اونا هم سلام میگم. ممنونم که انتخاب کردید لحظاتتون رو باز هم با ما باشید. بچه های خوب، امروز روز مباهله هم هست که در این روز در واقع میگن بارها در قرآن اومده که علی جان محمد است، انفسنا و انفسکم. بارها گفت محمد که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب کلاسمون رو متبرک کردیم به نام علی و به نام محمد و یک صلوات فرستادیم و حالا آنچه که از معنا لازم بود فراهم کردیم، باید بیایم شما رو دعوت کنیم به استودیو. شما در استودیو تاملند هستید، این لوگو ماست، این اسم درس ماست، این اسم منه. ما یک تلویزیون هم اونجا داریم اگر دوستان نشون بدن، در اینجا هم من استفاده میکنم.
تجهیزات اینجا تجهیزاتیه که آموزش رو برای شما تسهیل کنه. از هر آنچه که لازم بوده از اسلاید استفاده میکنیم، به این طریق که من مطلبی رو که لازمه برای شما توضیح میدم، وقتی احساس کردیم اون توضیحمون جای خودش رو پیدا کرده، مثلا میاریم مطالب رو براتون، فلش هایی که لازمه براتون زده شده رو همه اینا من میتونم بنویسم، نمونه سوالاتی رو که لازمه براتون اجرا میکنم و در واقع در اختیار منه، اینا از قبل آماده شده برای شما و آنچه که لازم بوده بدونید آوردیم و روش لحظه به لحظه تدریس میکنیم و میریم جلو. بچه ها وقتی کنکور جدید میشه و در واقع اینجا هم اینم براتون معرفی کنم، یکی از اتفاقات خوب کلاس ارتباط مستقیم من با شماست، یعنی شما اینجا هر چی که میفرستین من میبینم و پاسخ میگم، در لحظه با من ارتباط دارید. ما کلاسمون به گونه ایست که قراره به سوالات شما دقیق پاسخ داده بشه، سوالاتون میاد بالا من میبینم، الان آقای فاطمه، مثلا خانم فاطمه ماهد سلام میکنن یا خانم آقای امیریان سلام کردن، مطلبی رو میگن من اینجا میبینم، وقت بخیر به من میگن، خسته نباشید میگن. ما اینجا یه در لحظه حال شما رو هم یک برآوردی میکنیم. الان اینجا 100% کلاس گزینه نرمال رو انتخاب کردم. شما وقتی که میگی خسته شدم، متوجه نمیشم، فهمیدم، خوشحالم، خندانم، درصدش اینجا برای من مشخص میشه. پس من در واقع نبض شما رو تو خونه دارم، بالا پایین شدنش رو احساس میکنم و متناسب با حالتون حتما به عنوان پدر معنوی شما در کنکور 1402 واکنش نشون خواهم داد. اینجا هم که مطالبتون رو میخونیم، الان خانم مهدخت گفته که کلا سبک نهایی چطوریه در زمینه آیات و روایات، مثلا این سوال پرسته و من حتما این سوالا رو جواب خواهم داد. مبین آقای عیساپور پرسیده که مثلا چند جلسه طول میکشه، ما کی تموم میکنیم. ببین سوالاتون رو در لحظه من میبینم و پاسخگو خواهم بود. خب من معرفی کردم، البته اگر ممکن بود اون پشترم نشون میدادید من خوشحال میشدم، علی جان امکانش هست بچه‌هامون هم نشون بدید. اینجا یه اکیپ و یه گروه هستن که کمک میکنن، هر چی که شما میخواین رو اینجا میبینن. بچه‌ها یه دست تکون بدید یا احوالی. مرسی، من از این دوستانم متشکرم که کمک میکنن، فیلمبردار خوبمون، مدیر مجموعه، همه در تلاش هستن تا بهترین اتفاق برای شما بیفته. هر اتفاقی که لازم باشه بیفته ما متناسب با او هماهنگ میشیم با شما تا بتونیم انشالله یک کلاس دین و زندگی با تراوت، پر محتوا و البته سریع و دقیق داشته باشیم. من حواسم به زمان شما هست و باید تو اون بازه زمانی مناسب درس رو تموم کنم، بهتون فرصت دوره بدم. علاوه بر همه اونایی که اینجا فیزیکی حاضره، من محمد کریمی، خواهش میکنم دوستان آیدی منو هم تو اونجا تایپ بفرمایید، محمد کریمی خط تیره 4 تو اینستاگرام منو فالو کنید، دنبال کنید، هر سوالی بپرسید من با ویس خودم پاسخگوی شما خواهم بود. خود من سوالات شما رو پاسخ میدم، ساعت‌های زیادی در هفته در واقع دوستانی که منو دنبال میکنن در تاملن پاسخگوشون خواهیم بود. حتی اگر تو این مجموعه هم نباشین، سوالی داشته باشین که از من بر بیاد، در خدمت شما خواهم بود. هدف من موفقیت شما در کنکور 1، یک دوستی بی انتها تا آخر عمرمون با همدیگه 2، و رفقایی که من بعد از کلاس هم با من ارتباط میگیرن دوستای خوب ما هستن که همیشه کنار هم خواهیم بود. خب این مطالب بود، لازم بود من اینجا رو معرفی کنم، کردم. میخوام شما بدونین که کجا هستین. و اما درسمون بچه ها، وقتی کنکور 2 مرحله‌ای شد سال 69 و قرار بود یه عده کنکور بدن، خب نمیدونستن چی میشه. وقتی کنکور تاثیر معدل شد یهو کلی تغییر کرد. وقتی نظام قدیم به نظام جدید شد، کنکور اولش خیلی کنکور خاصی بود و نمیدونستن چه شکلی میخواد بیاد. تو تمام این روزا یه آدمی که مثل من سابقه طولانی تدریس داره، تلاطم ها رو دیده، حال و هوای بچه ها رو دیده و تلاش میکنه که دست شما رو بگیره و درکتون کنه و به سوالات ذهنیتون پاسخ بده. شما امسال باید یه کتابی رو بخونید برای بچه های تجربی، ریاضی، هنر،
ده درسه که این ده درس باید کامل خونده بشه. حالا به پنج مدل سوال امتحان نهایی میاد. پیام آیه و روایت سوال اولتونه، جای خالی، صحیح و غلط، کوتاه پاسخ، دو گزینه ای و سوالات تشریحی. اون پنج مدل خاصه. سوالات تشریحی هم که مشخصه، یک مطلبی رو میگن، دو سه خط باید توضیح بدین و باید خونده بشه. سال هاست 10 سال امتحان نهایی برگزار میشه و من با امتحان نهایی آشنام و میتونم شما رو کمکتون کنم. بچه های انسانیمون 13 تا درس دارن، یعنی 3 تا درس اضافه میخونن که اونا هم در طول کلاس با من هستن. بعد از اینکه این درس ها رو گفتم، جلسه اختصاصی برای بچه های انسانی میذاریم. یعنی وقتی مثلا به یه درس اختصاصیشون رسیدیم، درس هفتم اونا متفاوت میشه، برای اونا اعلام میکنیم یه تایمی جدا، اونا میان و کلاس رو جدا با ما خواهم بود. انسانی، ریاضی، تجربی، هنر، بچه هایی هستن که با من حرکت میکنن. من همه مفاهیم رو خط به خط بهتون خواهم گفت و مطمئنم قصه دین و زندگی یک قصه و داستان خوشایندی خواهد بود. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. یه شنبه هایی بود که ساندی، روز شناخت و معرفت بود، روز خورشید بود. اون روز ساعت 7:30 آقایی به نام کریمی می اومد و واسه شما قصه می گفت، قصه از دین و از زندگی. امتیاز کلاس من برای شما اینه بچه ها، که دینی کاربردی میشه. لحظاتی مطالب من تو روز یادتون میاد و ازش استفاده میکنید انشاءالله. خب من تر درس رو هفته بعد خدمتون تقدیم میکنیم. امروز جلسه اول ماست. درس 1 رو کل جزوهش رو براتون گذاشتم ببینید و مثلا اگر ممکنه دوست من کمک کنه، مثلا ببینید من الان شروع بکنم یه چیزایی براتون می نویسم، بعد این مقدمه کتابتونه، صفحه قبل از درس اینه که ازش بارها در امتحان سوال اومده. وقتی من یه آیه یا حدیثی رو توضیح میدم، روش علت معلولاشو مشخص میکنم، پیامشو می نویسم، نکته هایی که ممکنه در امتحان ترم بیاد براتون مشخص میکنم، واژه های معادلی که مثلا به جای صفات میتونه از هستی استفاده کنه یا به جای ذات معادل چیستی بدونیم، اینا رو بهتون میگم. کلمات و اصطلاحاتیه که اولین بار میشنوید. خب بعد نمونه میذارم، اینو با هم دیگه پر میکنیم، شما نظر میدید، جوابتون رو میبینم، تایپ میکنید، من کامل میکنم. حتی من از تصاویر کتاب درسیتون هم استفاده کردم، آنچه که لازم باشه براتون میگم در آغاز هر درس، خلاصه درس رو در یک خط میگم و بعد شما رو با درس آشنا میکنم. اگر ممکنه دوست من کمک کنه، اسلاید آخر منو بیارید. من در انتهای هر درس برای شما سوالاتی متفاوت میارم. مثلا ببینید نمونه سوال جای خالی، الان یک عبارت، یک سوال که در امتحان نهایی آمده، یعنی الان سوال امتحان نهایی مثلا پارساله. یک موجود فقط در صورتی در وجود خود به دیگری نیازمند نیست که خودش، جای خالی. خب این سوال امتحان نهایی، من درس دادم، در انتهای صفحه نمونهش رو حل میکنم. باز این یک جا خالی دیگه. اسلاید بعدی رو هم ببینید. علاوه بر سوالات جای خالی، ما سوالات کوتاه پاسخ داریم. یه سوال میپرسن ثمره درک نیازمندی به خدای بی‌نیاز چیست، کوتاه پاسخش باید چقدر بگین، اصلی ترین کلمه که اینجا باید بگین چیه. سوالاتی داریم شبیه سوالات تستی، به شکل سوالات دو گزینه، یه سوال مطرح میشه دو تا گزینه داره. دوستان من از سوالاتی اینجا گذاشتم که در امتحان نهایی اومده، یعنی خود سوالات امتحان نهاییتون رو، نمونه‌هاشو با شما کار میکنیم. و سوالات تشریحی، برمیگردیم به اسلاید اولمون. پس من همواره این کار رو با شما خواهم کرد. بعد از اتمام هر یک درس، ما یک صفحه و در واقع روی آزمون براتون میذاریم که شما برای هفته بعد تایم مشخص میشه، باید این آزمون رو بدین و درصدتون مشخص میشه، تصحیح میشه. از طریق پنل و کاربری با من ارتباط دارید، سوالاتون رو میذارید من پاسخ میگم و تکالیف و تمرینایی که من بهتون میدم رو اونجا بارگذاری میکنید و ارزشیابی میشه. در طول هر کلاس هم یه سوالات تعاملی حل میکنیم، با پاسخی که میدین شما ستاره میگیرید و در نهایت به بالاترین ستاره ها جایزه هم اختصاص میاد. پس ارتباط و تعامل دو طرفه، تدریس کلیه مفاهیم رویای ماست که با شما انجام بدیم. نیتمون اینه که بچه ها برای دیماه، همین دیماه سال جاری، که اولین آزمون نهایی برگزار میشه برای بچه هایی که میخوان ترمیم معدل کنن، درس تموم شده و کامل ارائه شده، شما کاملا 10 درس تو مشتتونه، میتونین برین برای 20 انشاءالله. اگر سوالی دارید حتما اونجا بنویسید، من دستبندی میکنم دوستان
میکنم، من هم میبینم و میگم و بعد میخوام الان شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در روز مباهله با در روز مباهله، عجب صوتی باحالی، در روز مباهله و به نام علی و محمد، یا محمد و علی، اکفیانی و این دوتا کافیان برای من و شما برای موفقیت، با تلاشی که میکنیم شروع میکنیم. یه نگاه به چت بکنم ببینم بچه ها چی برای من فرستادن. متشکرم. دین و زندگی کاربردی با استاد کریمی. روز خورشید. ببین با آدمای با ذوق داریم ما گزاره‌هایی رو انتخاب میکنن و میدن. حامد عزیز پرسیده کتاب سیر. بله بچه‌ها، من مؤلف کتاب سیر تا پیاز گاچ هستم، مؤلف کتاب‌های مختلف هستم که الان دیگه هیچ کدومش برای شما ضرورت نداره تهیه‌اش. نباید کتابی تهیه کنید، ولی اگه دارید میتونید استفاده کنید. بله، چون کتاب درسی تغییر نکرد. کتاب کار هنوز معرفی نکردم، باید یه زمان یه فرصتی یه هفته‌ای به من بدید، یا جزوه رو پنل میذارم که پرینت بگیرید و کپی بگیرید، یا کتاب معرفی میکنم بهتون. بله الهه جان، بله الان جزوه موجوده، الان یک صفحه‌شو یه جلسه‌شو گذاشتم، میتونید پرینت بگیرید و اگر قرار باشه در جلسات بعد همین رو ما در واقع فیزیکیش هم براتون مهیا میکنیم، شما شماره میدیم براتون ارسال میکنم. بله کتاب درسی رو دقیقاً. آقای علی جان از بچه های خوب سال گذشته است، میخواست کتاب درسی رو. بچه ها خط به خط کتاب درسی رو براتون نشونتون میدم، رو کتاب کار میکنم، شما با کتاب درسی عجین میشین، یعنی تصویر کتاب تو ذهنتون میمونه، مطالب رو از روی کتاب درسی به شما تدریس خواهم کرد، به سوالاتتون دقیقاً جواب میدم. من مخلص شما، قربون شما. خانم نوبخت انجام وظیفه بود، عشق به دیدن خودتون بود، مخلصم. خجسته عزیز، خیر مقدم. دیدید بچه ها، گفتم یه عده از بچه های سال قبل دارم میبینن. دم بچه های با معرفت گرم، متشکرم. خیالتون راحت بچه ها، من هر چی لازم باشه بهتون میگم. متشکرم. حدیث عزیز میگه 1401، من سر جلسه صدای شما هم یادم میومد. متشکرم از لطفتون. انرژی لازمه یه کلاس خام جلالی حتما. بله بچه های انسانی دینیشون عمومیه و در واقع باید به شکل امتحان نهایی امتحان بدن و ما هم به همین شکل میریم، منتها خب اونا ترجمه آیم باید کار بشه، 3 درس هم اضافی دارن، جلساتی اضافه بر این جلسات با اونا خواهیم داشت. نیما، روز مباهله روز بزرگیه که حالا لازم شد یه وقت تو وسط درسام تو هفته‌های بعد ربط داشته باشه. میگم بچه من تفاوت همینه که همه مطالبی که تو کلاس میگم مرتبط با درسه، من فقط میخوام بدونین که روز بزرگیه، مثلا آیه تطهیر رو شنیدین به این ربط داره. آقای داودی مخلصم. محمد عزیز، آقای فتح‌الله زاده، یک پایه باید برای ما تدریس بشه، فقط پایه 12، نه 3 پایه، پایه 12 کامل براتون تدریس میشه. اصلا ملینای عزیز، اصلا کتاب کلاس های سال قبل لازم نیست ملینا جان، نه 10 نه 11 به هیچ عنوان لازم نیست. اگر یه جایی از کتاب 12 لازم داشته باشه یه مطلبی رو از قبل بدونید، من مشخصم با ماژیک روی تابلو می نویسم و میگم اینو یادداشت کنید که پیش نیاز این مطلب. یعنی هر جا از 10 و 11 لازم باشه برای مطالعه، خودم تو کلاس باهاتون میخونم اونجا رو، یعنی اونجا رو درس میدم، ارجاع نمیدم. ملینا امیدوارم گرفته باشید. متشکرم الهام عزیز. گفتن راجبه اصلا من راجبه این که کنکور چی میخواد بشه دیگه چیزی نمیتونم بگم. کنکور امسال 40% قطعی معدله و من درس دین و زندگی کتاب 12 رو به بهترین شکل با لذت و عشق بهتون میگم. این درس راجبه خداست بچه ها، خیلی شیرین خواهد بود. همینو نمره بگیرید شما تو کنکورتون موفق میشید، همینقدر بدونید، بیش از این حرف مبین. حتما میشه 20 گرفت، من 20 های بسیاری رو هر سال هدیه کردم و تقدیم کردم. الان که خب هنوز چاپ نشده خانم جلالیان، ولی چاپ سال قبل رو میتونید استفاده کنید. ممکنه سخت‌تر بشه هستی جان، ولی برای ما که یک سال وقت داریم برای 10 درس، اصلا سختی معنی نداره تو این درس.
الیکا یه سوال خوب پرسیده، گفته در هفته چند ساعت درس بخونیم؟ بچه ها ببینید، شما باید علاوه بر کلاس من هفته دو ساعت و نیم دینی بخونید. حالا میتونی یه ساعت بخونی یه یک ساعت و نیم. دو ساعت و نیم تو دو مرحله، یه ساعت یک ساعت و نیم. بعضی بچه هم عموما اینجوری هن که مثلا میتونه 3 تا 45 دقیقه کنه، تقسیم کنه این رو، ولی به هر حال من دو ساعت و نیم از شما وقت مطالعاتی میخوام تو برنامه‌تون. جناب کاکایی عزیز، ممنونم از اینکه اسم کتابای منو مینویسین. اون کتابا رو اگه دارین استفاده کنین، اصلا لازم به خرید نیست. بچه ها الان هیچ کتابی از من و دیگران نخرید، هیچ کتابی نخرید الان. امیر شهاب عزیز اینا، بله امیر جان، یه چیزایی رو تو طول کلاس من رو جزوه پر میکنم، یعنی جزوهی که الان شما اینجا دارید و مطالبی که میگم یا مطالب رو کتاب درسی رو ما با شما پر میکنیم، یعنی روش در واقع میبینید، شما یه چیزایی اضافه میکنید. متشکرم. مهدیس عزیز، اون کلاس ها متناسب با خودش در اون دوره برگزار میشه. بله. آیا برای داوطلبانی که دیپلم یا پیش دانشگاهی قبل 84 بودن الان به نظرتون عمومی از جمله دست دین زندگی چی میشه؟ تعمیم معدل دارن؟ بله حتما، شما اگر معدلتون اون موقع 20 بوده که خب نوش جونتون، اگر میخواین معدلتون رو ترمیم کنید الان کتاب 12 رو عمیق بخونید. به نظر من الان با من شروع کنید، در دیما حتما امتحان بدید، اون نمره خوبی که میگیرید میتونه در قبول شدنتون موثر باشه. اینم پاسخ عزیزی که راجب داوطلبان کنکور سال 84 به قبل پرسیده بود. خیلی هم متشکرم زهرای عزیز. حالا آماده بشید بیاین به کلاس دین و زندگی. خب میخوایم درس بدیم بچه ها. این عروسک زیبا رو که شاید تو سطح شهر هم تبلیغات شدیدین، مربوط به تاملنده. بچه ها چون جدیدن بعضی تام بچه ها بخوبه، بچه ها تام مخفف یک توضیحیه، ت توسعه، آ آموزش، می مجازی، توسعه آموزش مجازی، اونم که لند یعنی سرزمین دیگه. ما امیدواریم که این کار رو انجام بدیم. هر کدوم از دوستاتون در هر جای ایران هستن دعوتشون کنید بچه ها. در زمینه شرکت در کلاس خود من که شخصیه، هیچ چیزی نباید مشکلی براتون بشه. اگر برای ثبت نام مشکل داشتین، عرض کردم تو اینستاگرام به من پیام بدید، من راهو براتون باز میکنم. محمد کریمی، خط تیره 4. خیلی خوب شروع کنیم. بچه رشته تحصیلی من فلسفه بوده. فلسفه با اندیشه کار داره. با من باشید. اندیشه. خواهش میکنم یه ذره دل بدید بچه ها. اندیشه، تفکر شبیه یه بذر میتونه عمل بکنه. چطوری؟ بیاد توی اینجوری میگم، بذر رو تو زمین میکارن، اندیشه رو توی ذهن میکارن. میاد تو ذهن شما، اندیشه مثل یه بذر وارد ذهنتون میشه و اگه زمان ببره تو ذهنتون جوانه میزنه. مدتی به اون فکر جدیدی که اومده فکر میکنی، احتمالاً بهش علاقه‌مند میشی. اگر احساس پیدا کردی به اون افکارت، تو قلبت ریشه میدواند. اومخ نسبت به اون فکرها احساس خوب داری، محبت داری، اون افکارتو دوستش داری و بعد به شکل برگ و بار در اعمالت ظاهر میشه. یعنی اعمال تو برگ و بار اون بذرس که جوونه زده و ریشه داره. حالا میخوام یه کوچولو یه موضوع واقعی رو بگم، شما هم نظرتون رو اینجا تو چت به من بگید. ما یه سری خانواده ها داریم، پدرها، مادرها، معلمها حتی، که در تربیت دینی، تربیت دینی میرن سراغ اعمال. مثلا میگه بچه من نماز باید بخونه، روزه بگیره، حجاب داشته باشه. ببین میشه اعمال، میره سراغ اعمال. آیا این کار درستیه یا نه؟ ببینید بچه ها،
ما کسایی رو آیا شما کسایی رو میشناسین که وقتی تو خونه مامان بابا بودن، کوچیک‌تر بودن، نماز می‌خوندن، روزه می‌گرفتن، یه مثلا شخصیت دینی داشتن، بعد که رفتن دانشگاه اینا رو رها کردن یا بعد که ازدواج کردن خیلی برعکس شدن، دیگه اون کارا رو انجام نمیدن؟ ریشش، دلیلش چیه؟ ببین، عملی ماندگاره و میمونه که چی داشته باشه؟ ریشه. و وقتی ریشه داره که جوانه زده باشه، یعنی متکی به یک اندیشه باشه. مثلا بچه 8-9 ساله‌ای که نماز میخونه، خب اصلا این مقوله هنوز براش معنا پیدا نمیکرده که این ایجاد بشه، که این ایجاد بشه. پس عمل خوبه، ولی باید عملی باشه که ریشه داره، یعنی احساس داره، و اون احساسه باید متکی به یک اندیشه باشه. اینجوری درست عمل میشه. باید از اینجا شروع کنیم تا به اینجا برسیم، نه اینکه از اینجا شروع کنیم و بعد ببریم اینجا. نه، تربیت دینی موفق تربیتیه که از اندیشه شروع بشه. امروز کتاب دین و زندگی 12 با تفکر و اندیشه آغاز میشه. این اندیشه ها تو ذهنت میمونه اگه بهشون علاقه من شدی، که میتونی علاقه من نشی. به تعبیر خانم کریمی، اگه قلبی شد و ریشه داشت، اون موقع اصلا خودش به عمل میشینه. این قاعده فلسفی، آدما همون جوری زندگی میکنند که فکر میکنند. پس اگه افکارت یه جور دیگه باشه و اعمال تو مجبورت کنن یه کارایی بکنی، حتما اون نتیجه نمیده و اصلا اون عملی که به زور انجام بشه دوام نداره. اگر هم مجبورت کنن، تو حکومت هایی هستن که مردم مجبور به یه کاری میکنن، اون باعث رشد و کمال نمیشه. در دین هدف اینه که انسان رشد کنه و به کمال برسه. نکته جالب اینه که تفکر اگر بیاد در زمینه خدا باشه، یعنی یاد خدا باشه و مداوم هم باشه، همواره به یاد خدا باشه، حالت عبادت میگیره. اگر ما امروزه در دین خیلی تاکید داریم به مفهوم عبادت، جالبه بدونید که برترین عبادت اگر بپرسن چیه، همین تفکر در خدا و صفات خدا. پس تفکر در خداوند و قدرت او یا صفات او در واقع برترین عبادت. بچه ها، خودمونی تر بگم، یکی نماز میخونه، یکی داره فکر میکنه واقعا نماز میخونه ولی نمیدونه چرا. یکی نماز میخواد بخونه، میگه واقعا چرا باید نماز بخونی؟ این نماز میخونه نمیدونه چرا، این داره فکر میکنه آخه نماز خوندن چیه. خب این که داره فکر میکنه برتر عبادتش از اون عبادتی که نمیدونه چرا این عبادت رو انجام میده. بچه ها، این فضا رو داشته باشین. بیاین تو این ور با من حرفام رو رو کتاب درسی ببینید. اندیشه مانند بذریست. در امتحان نهایی بهتون میدن اندیشه مانند نقطه چین است، میشه بذر، که در ذهن جوانه میزند، در قلب ریشه میدواند و برگ و بارش به صورت اعمالت ظاهر میشه. حالا اگر این سوال رو به شکل سوال تشریحی بخوام بدن، میگن ثمرات اندیشه چیست؟ ثمرات اندیشه: 1. بهار جوانی را پرتراوت و زیبا میسازد. شما الان در جوانی هستین، بهار جوانیتون زیبا و با تراوت میشه. بچه ها، بازی فکری، لگو بازی کردن برای بچه ها، یا بیاییم بالاتر مثلا شطرنج بازی کردن، بازیایی که توش فکر هست تراوت و زیبایی داره. آره، اندیشه بهار جوانی رو تراوت میده، استعدادها رو شکوفا میکنه، امید به آینده زیباتر رو نوید میده و عرض کردم میتواند برترین عبادت ها باشد. رو اون تابلو به شکل یک سوال امتحان نهایی اینجوری بهتون میدن. این سوال در امتحان نهایی اومده: ثمرات اندیشه چیه؟ 1. بهار جوانی را
تراوت میبخشد، استعداد را شکوفا میکنه، امید به آینده زیبا رو نوید میده و میتونه برترین عبادت باشه. به خاطر بسپرید، این کلمه میتونه جا خالی باشه. این کلمه در ذهن چی میزنه؟ جوانه در کجا ریشه میدواند؟ در قلب و دل. به چه شکلی برگ و بارش به چه شکلی دیده میشه؟ به شکل اعمال. الان اینا میشه سوالات جای خالی، این سوالات تشریحی. یه سوالاتی داریم به نام سوالات کوتاه پاسخ. نمونهشو از سوال امتحان نهایی پارسال میپرسم. ببین امتحان نهایی پارسال، آنچه بهار جوانی را تراوت و زیبایی میبخشد و استعدادها را شکوفا میکند چیست؟ جواب اندیشه. ببین آنچه بهار جوانی را تراوت و زیبایی میبخشد و استعدادها را شکوفا میکند چیست؟ جواب اندیشه. به همین راحتی. اینا میشه سوال کوتاه پاسخ، اون سوال جای خالی، اینم سوال تشریحی. این که سه مورد را بنویسین، چهار مورد را از ثمرات اندیشه را بنویسین. در این رابطه ما یه مطلب بدیم. سخنان پیغمبر اماما میشه حدیث. یعنی چون حرف پیغمبر و امامه، یا حرف خدا که توی قرآن نیومده باشه میشه حدیث. اما حرفای خدا که در قرآن اومده میشه آیه. پس آیه فرق میکنه با حدیث. هر چیز عربی رو نباید بگیم آیه. عربیایی که کلام پیغمبر و ائمه معصومین هستن رو میگن حدیث. حالا حدیثی که از پیغمبر باشه در امتحان نهایی بهش میگن حدیث نبوی. حدیث نبوی. حدیثی که از امام علی باشه حدیث علوی، از امام رضا باشه حدیث رضوی. و فقط همین سه تا اسمو یاد بگیرید. امام صادق و امام کاظم و امام سجاد دیگه نمیگن سجادی کاظمی، اینو دیگه نمیگن. ولی حدیث نبوی و علوی و رضوی داریم. یه دونم دوتا ما تو کتاب دوازدهم دو موردم داریم حدیثی که خدا به پیغمبر گفته ولی تو قرآن نیست. وقتی تو قرآن باشه میشه آیه. ولی حرفایی که خدا به پیغمبر گفته بهش میگن حدیث قدسی. پس نبوی، علوی، رضوی و قدسی، چهار نوع حدیثی که ازش استفاده خواهیم کرد. پیامبر فرمود افضل العبادت، برترین عبادت. خب قطعا بچه ها میدونید الان اگه بخوایم برای عبادت یه اسم بگیم، عبادت اینجا جز اعمال حساب میشه دیگه. یعنی اعمال ما عبادت هستن. به چه شکل؟ میگه حالا برترین عبادت چیه؟ ادمان و تفکر. ادمان و تفکر یعنی ادمان یعنی مداوم اندیشیدن. مداوم اندیشیدن. ادمان و تفکر فی الله، تفکر کنی درباره خدا و فی قدرته. قدرت خدا اگه بخوایم فارسیش بگیم یعنی توانایی. البته شما میدونین که توانا بود هر که دانا بود. در دل قدرت دانایی هم نهفته است. پس الان این عبارت دانایی و توانایی است. علم و قدرته که در متن به عنوان یک سالم تا نهایی اومده. اما شما بدونید که میتونیم بگیم اینجا قدرت معادل کلمه صفات خدا هست. همواره تفکر کنید در خدا و صفاتش. خب دوستان عزیز من، همواره تفکر کنید در خدا و صفاتش که خدا هستی داره. حالا اینجا رو ببینید، من با یه رنگ دیگه مینویسم. چی مینویسم؟ اینجوری دقت کنید بچه ها. شما یه علت و معلول شنیدین، حالا درس خواهم داد که چطوری قاضی علت معلول رو تشخیص بدیم. ببین ما علت و معلول داریم، هستی و چیستی هم داریم. چجوری علت و معلول همیشه با هم میاد؟ هستی چیستی هم همیشه با هم میان. اصلا بچه های انسانی که تو درس اول فلسفهشون اینو میخونن که هستی و چیستی با همه و اینا چه فرقی با هم دارن. ولی یعنی یه مقوله بزرگیه در جریان اندیشه ورزی. من در حین تدریس خیلی از مسائل فلسفی رو، چون دیگه من رشته مورد علاقم بوده و چون دوستش داشتم تونستم تا دکتریش بیام، بچه ها فلسفه و اندیشیدنه و اندیشم که عرض کردم قراره به شما تراوت بده. هر چند وقت یک گذری به فلسفه و اندیشیدن میکنم که اون تراوت و نمک کلاسمون خواهد بود. الان اینجا رو ببینید آقا، وقتی میگیم راجع به خدا فکر کنیم، ما راجع به یه چیزی که میخوایم فکر کنیم، میتونیم راجع به هستیش فکر کنیم، میتونیم راجع به چیستیش فکر کنیم. مثلا شما در اینکه هستی با چیستی رو درک کنید، ببینید من مقابل هستی اینجا مینویسم چیستی، مقابل صفات هم مینویسم ذات. شما چیزی ننویسین، فقط این دوتا کلمه رو بالای این بنویسین اگر جزوه رو گرفتین، یعنی صفات و هستی. حالا چیستی به عنوان
کلمه مقابلش هستی، صفات هم مقابلش میشه ذات. میخوایم بگیم اینا با اونا چه فرقی دارن. اول فرق هستی و چیستی رو درک کنید بچه ها. من از یک پرچم استفاده میکنم برای که شما موضوع رو بهتر درک کنید. ببینید میام جلوتر که شما متوجه بشید. این خب پرچم تاملند. بله ممنونم. اوکی متشکرم. الان من اینو میدونم شما متوجه میشین که اینجا یه چیزی هست، نه؟ میفهمین اینجا یه چیزی هست ولی ممکنه ندونین چیه، فقط میدونی هست. اگه بخوای بدونی چیه باید من این پرچم رو قشنگ بازش کنم، بعد اینو بیارم 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 جلو. الان که این لوگو رو گرفتم الان شما میتونی بخونی مدرسه‌ای برای همه. خب تو الان فهمیدی که این چیه. میدونی کی تونستی بفهمی چیه؟ وقتی که بهش تسلط داشته باشی، وقتی بهش احاطه پیدا کنی میتونی بفهمی چیه. پس چیستی فرق میکنه با هستی. وقتی اینجوری پرچم ما اینجوری جمعه، تو قسمتی از اون جمله رو فقط نوشتش رو حدس میزنی یه چیزی هست، میفهمی هست ولی نمیدونی چیه. در رابطه با خداوند یه هستی مطرحه، یک چیستی. وقتی میگن راجب خدا فکر کنید، منظورشون اینه راجب هستیش فکر کنید، نه راجب چیستی. چون خداوند نامحدوده و ذهن ما محدوده، محدود نمیتونه نامحدود رو بفهمه چیه، لذا نمیشه راجب چیستی خدا فکر کرد. اما وقتی میگن راجب خدا فکر کنید یعنی راجب هستی خدا فکر کنید و ما میخواییم راجب هستی خدا حرف بزنیم. موضوع فلسفه هست بچه ها. با این توضیح که دادم ادمان و تفکر فی الله و فی قدرته. ببینید بچه ها سوالات امتحان نهایی رو ببینید، سوال امتحان نهایی. الان بر اساس این حدیث تفکر در صفات و هستی خداوند چی شده؟ تشویق شده. تشویق شده راجب این دوتا فکر کنید. چرا؟ چون اگه راجب این فکر کنی عبادته، اونم چه جور عبادتی؟ برترین عبادته. ولی معنیش اینه که مبادا راجب ذات خدا فکر کنی، آهای نبینم رفتی راجب چیستی خدا فکر میکنی. پس تفکر در چیستی خدا ممنوعه. ببین اینجا نمیشم تشویق، اینجا میگم ممنوع. الان اینجا تفکر در صفات و هستی خدا چون ممکنه، وقتی پیغمبر میگه این کارو بکنید برترین عبادته، پس چنین کاری ممکنه، ممکنه. اما در رابطه با چیستی و ذات و خدا میگه فکر نکنید چون اصلا ناممکنه. یعنی تو بخوایم نمیتونی فکر کنی، میشه ناممکن. همیشه سوال اول امتحان نهایی اینه، سوال اول امتحان نهایی. پیام آیات و احادیث زیر را بنویسید. 10 درس دارید، 5 آیه و حدیث بهت میدن. یعنی از 5 درس میدن، هر 2 درس یکی. خب حالا ممکنه امسال مثلا تعداد سوالا رو بیشتر کنن، مثلا به جای 5 10 بدن، یعنی از همه درس ها یه دونه بپرسن که هر کی هر جا رو نخونده همونجا نمرهشو نگیره و معدلش تاثیر بذاره و در ورودش به دانشگاه تاثیر گذار بشه. ولی به هر حال یکی از جای قشنگ نمره بیار پیام آیات و احادیثه. چون اصلی ترین پیام یک حدیث بچه ها یا همون ترجمه روان رو به شکل پیامی می نویسی یا تیتری که برای اون آیه و حدیث اومده میشه پیامش. یعنی یا تیتر اون سفر رو باید یادت بیاد یا ترجمهش رو بتونی روان بگی، میشه پیام حدیث. مثلا به این حدیث دقت کنید، افضل العبادت ادمان و تفکر فی الله و فی قدرته. یعنی برترین عبادت اندیشیدن مداوم درباره خدا و قدرتشه. ببین پیامش رو چی نوشتیم. برترین عبادت، بچه تا اینجا صبر کنید، الان خود این حدیث و ترجمهش تو کتاب نوشته شده. حالا اینی که من اینجا نوشتم اینا مطالبیه که تو امتحان نهایی ازت میخوان. تو باید بدونی که اینجا داره میگه برترین عبادت اندیشیدن مداوم درباره خدا و قدرتشه. حالا اینجا خوبه که خدا و قدرتش، مثلا بدونی قدرت معادل کلمه صفات. نکته پیام 2 کلمه پیوسته است. مگه نمیگفت ادمان
پیوسته به یاد خدا بودن در مجموعه اعمال تأثیر گذار خواهد بود. من وقتی دارم درس میدم من باید یاد خدا باشم که کامل درس رو بگم، دروغ نگم، عشق روش بریزم، احساس کنم جاودان میمونه این تدریس. اون وقت این میشه به یاد خدا بودن. تو داری درس میخونی هم به یاد خدا باش، نماز میخونی هم به یاد خدا باشی، ولی داری درس میخونی هم به یاد خدا باشی. اینجا میشه پیوسته به یاد خدا بودن در مجموعه اعمال تأثیر گذار. مقصود از تفکر که اینجا گفته، تفکر در اسماء و صفاته که من صفات رو از متن آوردم، هستی رو هم بهش اضافه کردم صفحه آخر درس یک، و نه در ذات. الان میگه نه در ذات، یعنی تفکر در ذات و چیستی تفکر ممنوع، بعد تفکر در صفات و هستی تشویق. به این دوتا چی شدیم؟ تشویق شدیم. اینم پیام حدیث. بچه ها پس قرار بهترین عبادت اتفاق بیفته، بیا تو این دوربین. بهترین عبادت چیه؟ تفکر درباره خدا. با افتخار بچه ها 6 درس با من همراه باشین راجع به خدا. 6 درس درباره خدا میخواییم بخونیم. حالا یه نمونه سوال امتحان تشریحی کنیم، نمره ای از این بگیم. من اینو با شما پر میکنم، بعد میریم سوالاتتون رو چت میبینیم و درس 1 رو شروع میکنیم. بچه ها اینایی که من گفتم هم تو امتحان نهایی میاد، هم حتی موقعی که کنکور بود از اینا سوال تستی میومد. اینا صفحه قبل از شروع درس 1 که تو امتحان میاد. برترین عبادت کدام است؟ ثمره آن چگونه ظاهر میشود؟ خب الان نباید بگی که برترین عبادت رو فقط بگی اندیشه، باید بگی اندیشه. میشه بگین شما جواب رو بگین، برترین عبادت کدام است؟ بگید. بذار من یه ذره اینجا رو بخونم تا جواب بگین. بچه ها من سوالاتون هم دیدم که بدونم چی بگم. یه سوال رو همه پرسیدن. چطور میشه بندازین رو صفحه بچه های دیگه هم ببینن. الان گفته برترین عبادت چیه؟ خب فاطمه جان گفته برترین عبادت اندیشتن تفکره. جواب درست نیست. جواب درست نیست. آها حسین، اندیشیدن مداوم، شکوفه، اندیشیدن مداوم، مبینا، تفکر و اندیشه، اینا کامل نیست، اینا نمره رو کامل بهت نمیده. گلارا، تفکر در خدا و صفاتش، یک کلمت کمه گلارا جان، یک کلمت کمه. کیانا، اندیشیدن در صفات و هستی خدا، یک کلمت کمه. اندیشه مداوم در قدرت، حنانه هنرور، کامل درست تا اینجا نوشتن. یه خورده بیاد پایین تر من بالایش هم ببینم. بله هانیه زارعی، آفرین. امین کاملا درسته. حنانه هنرور کاملا درسته. بله اندیشه در صفات خدا. علی جان کافی نیست. کیمیا نمره نمیدن بهت. کیمیا نمره نمیدن. علی مرادی نمره نمیدن بهت. اندیشه و اعمال غلط نازنین. اندیشیدن مداوم درباره خدا و صفاتش. مرسی سوهل بخشی. سوهل جان یه سوال پرسیده بودی، یه لحظه نده همجا نگهدار. سوهل پرسیده بود تفکر کردن کفر در ذات خدا. 4-5 نفر دیگه هم پرسیده بودن. بچه نه، تفکر در ذات خدا به کفر می انجامد، نه اینکه کفره. یعنی مثلا کسی تفکر میکنه کافره، نه، اون اگه ادامه پیدا کنه چون به نتیجه نمیرسه حقیقت برات پوشیده میشه و به پوشاندن حقیقت میگن کفر. یاد نوشابه بیفتین که میریزین گازش میاد رو، اون کف رو میگن کفر، حقیقت رو میپوشونه. اصل نوشابه اون مایعشه ولی گاز اونو پوشونده. تفکر در ذات خدا اینجوری آدمو به کفر میبره، اگر نه کفر نیست. مرسی ماهلین عزیز، درست میگی. امیر حسین عالیه. سهل توانا درسته پسرم. مهدیس کاملا درست، کامل کامل نوشتی. مهدیس طراح 3 سوال اینجوری رو ببینه کامل نوشتی دیگه بقیه تو نخونده جواب میده بهت. مهدیس خالقی مرسی.
سروین عزیز، عالی، زهرا، فاطیما، کاملا درسته، کاملا درسته. ابوالفضل قبادی، بله یک کلمت کمه ابوالفضل جان، اندیشیدن مدام در خدا و صفاتش، اون صفات و قدرت رو ادامه بده. پارمیدا کاملا درسته. فاضله، حمید، حمید جان یک کلمت کمه، اندیشه در هستی خدا مداومت کمه، قید مداوم، همواره ادمان و تفکر به خاطر بسپر. اندیشه در رابطه با هستی و صفات خدا، باریکلا. نوری درسته، ساجده اوکی، یه مداومت کمه دخترم، دخترم کمه. اندیشه مدام درباره هستی خدا، آفرین. اندیشه مدام پیوسته درباره اسماء و صفات الهی، خوبه. اسماش هم ننوشتین اشکالی نداره، اوکی. هنکت تعدادشون زیاد بود، مرسی، متشکرم، دم شما گرم. پس جواب برترین عبادت چیه؟ بچه ها فوق‌العاده بودین، ولی وقتی نوشتین دیدین که بعضیاتون حواستون نبوده، یا مداومو نمیگین، یا صفات خدا و قدرتشو نمیگین، قدرت و خدا و قدرتشو باید کامل بگین. ولی اگه همینو بگین بچه، چون فقط همین میاد دیگه. نکته جالب اینه که ما کلن تو کتاب 12 دو تا برترین داریم. برترین عبادت همینه، حدیثش هم نبویه. یه دونم برترین جهاد، بازم حدیث نبویه. سخن حق در برابر حاکم ستمگر، این برترین جهاده. خیلی کار سختیه نه؟ یه حاکم ستمگری که بدونی باش حرف بزنی خودتو جد و آبادتو نابود میکنه، ولی پاشی حرف حق تو در برابر حاکم ستمگر بگی، این میشه برترین جهاد. حالا در امتحان نهایی سوال دو گزینه‌ای میدن، در کدام گزینه برترین عبادت آمده است؟ یک، تفکر مداوم درباره خدا و صفاتش. دو، سخن حق در برابر حاکم ستمگر. دو تا گزینت برترینه، ولی اولی برترین عبادته، دومی برترین جهاده. یکی از مسائل و مشکلات بچه ها مفاهیم نزدیک به همه دینیه. من اینجام تا مسائل و مشکلاتی که خیلی تو درس نزدیک به همون تفکیک کنن. وقتی کلن دوتا برترین داریم، ما دوتاشو با هم دیگه تو دوتا سه تا سوال با تکرار تثبیت میکنیم. پس مشکلات این درس یکیش عبارتهای نزدیک به همه که با یه تکنیکا و برنامه ریزی که تو این 27 سال تدریس من انجام دادم، اونه که باعث شده بچه هایی که در واقع فیدبک دادن که آقا این کارتون باعث شد یادمون بمونه، اون کار رو انجام میدیم تا زودتر و راحتتر تو ذهنتون بمونه، کاملش میکنیم. برترین عبادت میشه اندیشه مداوم درباره خدا و قدرت او، داخل پرانتز صفات. اما میگه چگونه ظاهر میشود؟ هیچ اشکالی نداره اینجا به شکل نیم نمره از کل سوال رو بهت بدن، اینجا بگی اندیشه، اینجا بگی اعمال، تموم شد. آره این یه جواب خیلی کلیچه‌ایه، اگه کنکور بود میتونست همینجوری بره، ولی همین سوال در کنکور بوده، ولی اومده رو اون قسمتی که من عرض کردم اینجا، تو اینجا همه این چهارتا میتونه جواب قسمت دوم باشه. وقتی اندیشه به عنوان برترین عبادت محسوب میشه، این ستای دیگه میتونه ثمراتش محسوب بشه و به اون شکل خودش رو نشون بده. پس اینجا میتونیم بگیم، در ادامه بگیم، شکوفا شدن استعدادها. همچنین میتونیم بگیم امید به آینده روشن رو نوید میدهد. میتونیم بگیم که بهار جوانی را تراوت میبخشد. متشکرم. حالا اگه ممکنه، چون دیگه میخوایم تو آغاز درس یک رو شروع کنیم، سوالی برای بچه ها نمونده باشه، و بعضی دوستان مهمان هستند و احوالی از ما پرسیدند و دیگه رتبن خودشون میخوان برن سال بعد رتبه برتر کنکور بشن انشالله، یه چت رو بندازید اینجا. من اگه ممکنم هست مثلا بزرگتر رو وسط باشه ممنون میشم، یه کوچولو بیاد این بر. آه خب، خب مرسی. به سوالاتشون جواب میدم. آیات 12 با هم لینک دارن حامد جان؟ بله.
اون از با این اولی رو بیاد که الان داشتیم میخوندیم، چقدر دوست بالایمون ابراز لطف کرد. یک کوچولو پایین‌تر، آرمین شیخی، توپچیای لندن، یاد پارسال بخیر پسرم. سلام خدمت ادمین و استاد گرامی، من شاگرد پارسالتونم، امسال 90% دینی زدم به لطف شما، به تلاش خودت، به لطف خدا. دم شما گرم. ممنونم آرمین عزیز، دم شما گرم پسر با معرفت. ایشالله که موفق شی و رتبه خوب تو ببینم. آرزو میکنم همینجا بیایم به جای همین تصویر تو رو بندازیم آرمین، با شما مصاحبه کنیم بابت رتبه. بچه ها پیج منو ببینید، ما با رتبه های سال قبل مصاحبه میکنیم. انشالله آرمینمون هم یکی از اون بچه ها باشه. حامد جان، بله، آیات کتاب 12 لینک داره و حتما هم در امتحان نهایی اینا رو میخوان. یعنی مثلا الان وقتی که تو درس 4 بهتون آیه الذین جاهدوا رو درس بدم، تو درس 6 و بعد در درس 10 برترین جهاد رو بگم، حدیث درس 10 با آیه درس 6 لینک میشه و اینو تو امتحان نهایی تا حالا پرسیدن سابقه داشته لینک بپرسم؟ بله. حامد جان به سوال خوبی اشاره کردی. فاطمه جوابو نوشته، ممنونم. نیکا، بهار جوانی تراوت میده، استعدادو شکوفا میکنه، امید باینده زیبا رو نوید میده. بچه یکی از نگاه‌های قشنگم اینه، چون شما دست به تایپتون خوبه، باید بگیم آقا شما تو امتحان نهایی موفق ترین. حتما اینو به خودتون القا کنید، وای امتحان نهایی خیلی خوبه، چون مینویسی، چون تولید میکنی، چون واژه میسازی، افکارتو نشون میدی. ایشالله امیر حسین داره. آرشام عزیز، دم شما گرم پسرم، مرسی. کتاب درسی پارسال میشه استفاده کرد؟ بله. امیر حسین یزدانی، استاد سوالاتی که جای خالی و پاسخ کوتاه اینا الان اوردید برای ما در جزوه نبود. آه نه، حتما تو جزوه هست، همینه که من الان اسلایده که دارم میگم اینا هست. بعد اینا رو به شکل تمرین در اختیارتون میذارم، اینا آخر جزوه است، نگران نباشین. ولی اگر هم نباشه، چون ما این هفته کل درس رو نمیگیم، قسمتی از درس رو داریم درس میدیم، هفته آینده کامل میبینید و جزوه رو هم کامل خدمتون میدیم. امیر حسین جان، انشالله که روشن شده باشی. امین عزیز، استاد قسمت دوم سوال هر کدوم را بنویسیم درسته؟ بله، بسته به نمرش. امین جان، بسته به نمرش، اینکه باید 2 مورد رو بنویسی یا 3 مورد مشخص میشه، ولی هر کدومش رو بنویسی درسته. فاطیبای عزیز گفته قبل از کلاس پیشخوانی داشته باشیم. این یکی دو جلسه اول نه، بیشتر دلم میخواد مدل خوندن رو از من یاد بگیرین فاطیما، بعد برین خودتون از درس 3 به بعد، حتما پیشخوانی بهتون کمک میکنه. در حد 1 ربع 20 دقیقه کل درس رو نگاه کنید، حتی قبل از شروع تیترا رو کنار خودتون بنویسین و گاهی نگاه کنید. ولی پیشنهادم اینه که از جلسه 3 به بعد پیشخوانی رو شروع کنید. جلسات اول و دوم چون سبک خوندن این درس فلسفیه و متفاوت از کتاب 10 و 11، ببینید من چه جوری درس میدم که بعد برای پیش مطالعه بتونید اونجوری بخونید. بسیار امیدوارم همین اتفاق بیفته. جناب کرد عزیز، مرضیه جان، ممنون از محبت شما. کسایی که کتاب ندارن باید چیکار کنن؟ عزیز من هر چی که لازم باشه قبل از کلاس هم رو پنلت میذارم. یعنی من وقتی میخوام درس بدم، آنچه را که میخوام درس بدم رو پنل گذاشتم. حالا یا شما کتاب درسی داری، کتاب آموزشی داری، که اونی که گفتم حالا هنوز نگفتم، وقتی بگم اونو تهیه میکنی، خب چی دیگه نمیخواد اینو پرینت بگیری. یا اگر نه، اونو تهیه نکردی، اینو باید پرینت بگیری همراه خودت داشته باشی. حفظ آیات و احادیث به عربی است. فاطمه جان، تا این لحظه که من پیش شما در امتحانات نهایی اصلا نیاز به حفظ آیه و حدیث نیست در کتاب 12، اما چون دارن آیین‌نامه امتحان نهایی رو تدوین میکنه آموزش پرورش، اگر تغییری ایجاد بشه من به شما خواهم گفت که کدوم آیه ها رو باید حفظ کنید. تا این لحظه جوابتون خیره فاطمه جان. در رشته انسانی ترجمه آیات لازمه که یاد بگیرید. آقای کربلایی، استاد برای آزمون هفته بعد از همین فایل کتاب بخونیم کافیه؟ بله، برای هفته بعد درست تا همین جایی که درس بدم امتحان میگیرم کافیه. رادمان عزیز، استاد من رشتم انسانیه، میشه سر کلاس شما باشم؟ بله با افتخار. نه، رادمان پرسیده که استاد شناخت صفات خدا نسبیه. من دقیقا نمیدونم منظورت از نسبی بودن چیه، اما اگه منظورت اینه که هر کسی
به یه حدی این صفات رو میشناسه؟ بله، هر کسی در حد توان خودش این صفات رو بفهمه. صفات خدا هر کدومش یک مفهوم عمیقی داره و در نهایت همه صفات ها به یک مفهوم میرسه، اما هر کسی به اندازه وسع خودش میتونه درک داشته باشه. هادی جان پرسیده کتاب شما به درس من به درد شما میخوره؟ بله هادی جان، شما ببینید کتاب انسانی 3 درس اضافه داره و یه بخش هایی از کتابتون مثلا یه درس 1 رو میخونیم، یه پاراگراف شما بیشتر از اون دیگه میخونی، تو درس 2 یه شعر اضافه داری از بچهای دیگه. من اینا رو در یه جلسه متفاوت به شما خواهم گفت. متشکرم دانیال عزیز، متشکرم از احساس خوبت. اصل پرسه استاد هفته بعد جزوه‌ای که میدین مال هر 10 درسه؟ خام خاجوی نه، هفته دیگه هم درسی میدم، بعد دیگه کاملشو در اختیارتون میذارم. نازنین تفکر درباره خدا همون خداشناسیه. خب خداشناسی اسم دیگه ای تفکر درباره خدا جزءشه، نمیتونیم بگیم همشه. یعنی ما وقتی داریم تفکر میکنیم درباره خدا، در واقع میخوایم خدا رو بشناسیم. آره، ولی ما در تفکر درباره خدا به جهانشناسی هم میرسیم. سارینا مرسی از انرژی خوبتون، متشکر از شما، دمتون گرم. بریم رو درس بچه ها. بسیار خوب، ما امروز بسیاری از بچه ها مهمان ما هستن، از بچه های سال قبل که اومدن احوال پرسی، و تعدادی هم اصلا بچه های هستن که ممکنه ثبت نام نکردن و چون جلسه اول بوده خواستم ببینن. خیلی به اونا هم خوش آمد میگیم. بسیار خوب، از همین هستی بخش شروع کنیم. بچه ها چند تا بخش بگین. چی بخش؟ مثلا انرژی بخش، شنیدین دیگه؟ امید بخش. ما میخواییم راجع به چی بخونیم؟ هستی بخش. یه کسی هستی داده به ما. میتونید یک صفت از خدا رو بگید؟ هستی بخش تداعیگر کدام صفت خداست؟ تایپ کنید ببینم. هر چی نوشتم بده بیاد بالا. مخلصم ریحانه، الیاس، رنای عزیز، قربون شما. آها، الهام بخش نیروفر قشنگه. یه صفت بگید. متشکرم، پا میدم. صفت بگید بچه ها. یه صفت از خدا بگید. وقتی میگیم هستی بخش، این یاد کدوم صفت خدا میندازه شما رو؟ بچه ها از بالا دارن همه میگن. فاطمه، علیرضا، فاطمه، فاطمه، 4 تا فاطمه پشتم. عسل، ابوالفضل، آفرین، آفرین. خالق، بله. مریم عزیز گفته آفریننده، درسته. خالق، خالق. وقتی میگیم یه هستی بخشی هست، یعنی میخواییم راجع به خالق حرف بزنیم. ما نبودیم، یکی ما رو به وجود آورده. وجود عربی کلمه هستیست. یکی به ما هستی داده. میشه در یک تقسیم بندی بگیم موجودات، اونایی که الان هستن، دو دستن. یا به وجود اومدن، یعنی هستیشون از خودشون نیست، یکی بهشون هستی بخشیده. یا هستیش از خودشه و هستی رو داشته. پس این هر چی بری به عقب همینجوری بوده، البته هر چی هم بریم به جلو همچنان هست. یه بار دیگه نگاه کن، موجودات دو دستن. یه دینه که نبودن و بهش هستی دادند و هستی بخش داره و اومده پدیدن. اینا رو بهش میگم پدیده، پدیده ها. تو 1385 بودی ها، اما 1380 نبودی، پس تو یک پدیده ای. مامان 1350 بوده، 1340 نبوده، مامان پدیده است. پدر بزرگ 1320 نبوده، پدر بزرگ پدیده است. تهران 1000 و فلان نبوده، تهران پدیده است. اصلا بچه ها جهان، کره زمین و جهان پدیده است. اینا هستی رو نداشتن، هست شدن. ببین تفکر کنی راجع به موجودات عالم میفهمی اینا هستی رو نداشتن، یکی اینا رو هستشون کرده، اینا شدن پدیده. یکی هم هست که
هستی رو داشته، پدیده نیست، وجودش از خودشه. اینو بهش وجود داده بودن ها، این وجودش از خودشه، دیگه پدیده نیست. اینو هر چی میری عقب بوده، همواره بوده، هر چی میری جلو خواهد بود، همواره خواهد بود. یه مفهوم واسش بسازید، فناناپذیره. سوال، چرا این فناناپذیره؟ چون وجودش از خودشه. طلایی ترین سوال درس یک رو یاد گرفتی. هدیه من به همه اونایی که فقط این جلسه با منن، این دوتا سوالی که برات توضیح دادم سخت‌ترین سوال درس یکه. بریم بخونیم ببینیم چطوریه. اسم درسمون هست هستی بخش. خب با من باش. ما در این درس به نیازمندی جهان به خدا در پیدایش و بقا آشنا میشیم، خودشناسی و معرفت انجام میدیم تا عبودیتمون افزایش پیدا بکنه. یه علت معلول بهت یاد بدم، اینجا علت معلول بود بگم، چون قاعدش رو بعدا توضیح میدم روشن میشه. خودشناسی میشه علت، افزایش عبودیت میشه معلول. اجالتا یاد بگیر معلول همونیه که میگن تابع، پس علت همونیه که میگن مطبوع. من در علت و معلول یه قاعده‌ای بهتون یاد میدم که شما هر علت معلولی رو با کسری از ثانیه بتونی بگی. تکرار خواهیم کرد. بریم تو درس. میگه شده تا حالا تفکر کنی درباره جهان دور؟ جیمز وب دوربینش چیزایی برای ما فرستاد که واو، 13 میلیارد سال قبل. تفکر کنی راجع به اونا یا جهان نزدیک. اگه الان کنار روی زمین نشسته بودی، زمین زمین خاکی منظورم، مشت کنی، یه مشت خاکو برداری حسش کن، یه مشت خاکو حس کن وردی بالا، بعد این خاکو نگاش کن، آروم بریز، این خاک از چی به وجود اومده؟ ببین خیلی چیزا از خاکه، ولی خود خاک از چیه؟ آیا از آتیشه؟ از آبه؟ بیگ بنگ انفجار یعنی آتیش خاک درست کرده؟ چیه جریانش؟ این از چیه؟ حالا این خاک چطوریه که تو همین خاک یه هسته رو میکاری میاد میوه شیرین میشه، یه هسته دیگه بغلش میکاری میاد میوه ترش میشه؟ چرا هم پرتقال تو این خاک خوب رشد میکنه هم لیمو؟ جریان چیه؟ کجای این خاک ترشه؟ کجای این خاک شیرینه؟ تا حالا شده تفکر کنی در جهان دور، کهکشان ها، جهان نزدیک، گیاهان و حیوانات، و بعد این پرسشه برات به وجود بیاد که چی؟ موجودات جهان هستی خود را وامدار چه کسی هستند؟ موجودات جهان هستی خود را وامدار چه کسی هستند؟ میشه با سرعت میرم اونجا منو بگیرین؟ بیاین این ور، بدوین. موجودات جهان هستی خود را وامدار چه کسی هستند؟ بچه ها یه سوال، برای که آدم همچین سوالی به وجود بیاد تو ذهنش باید این کارو بکنه، تفکر در جهان دور و نزدیک. یعنی اگه این کارو بکنی این سوال برات به وجود میاد. پس چت مال تو، یه سوال امتحان نهایی می نویسم، جوابشو بنویس بیاد بالا. سوال اینه، لازمه پرسش از هستی موجودات چیست؟ بگو دختر پسرم، تایپ کن برام. لازمه پرسش از هستی موجودات چیست؟ هر دو آگوه و گیاهخوارند و آب، آن یکی سرگین شود زین مشک ناب. امیر ماهان فرهیخته، ارادتمندم، بسیار به جا بود صحبتت پسرم. محدثه جواب داد. ببین بچه های عزیز، دختر خوبم یا پسرم، امیری، شهروان، تفکر کافی نیست به تنهایی، تفکر در جهان دور و نزدیک. مرسی بهروزپور، مرسی سجاد، مرسی خاجوی،
مرسی، مرسی سطر طباطبایی، آفرین زهرا درخشانی، همین جور نازنین، بله فاطمه خطیبی، آقا سجاد عزیز، فاطمه خزایی. تفکر در جهان دور و نزدیک لازمه پرسش از هستی موجوداته. این جریان، این که کتاب با من باش، ببین اسلایدو، ببین اینو، ببین اسم درسته، خب اینو که من نوشتم، این تو کتابت نیست، اما این اسم درس، خب نگاه کن با من باش. درس با هستی بخش شروع میشه، خط اولش یک سواله، وجودات هستی خودشو از کجا گرفتن، جریان این چیه؟ یه دقیقه گوش کن، فقط دیگه گوش، سر تا پا با من باش. اگه پرسیدن اصول دین چند تاست، باید بگی 3 تا. من میدونم از بچگی بهت گفتم 5 تا، اصول دین 5 با آقا دیگه نیست، اصول دین 3 تاست. بعد این 3 تا اصول دین رو تو 10 و 11 و 12 خوندیم، هر کدومش هم با یک سوال شروع شده به جواب رسیده. مثلا ما به توحید و نبوت و معاد میگیم اصول دین. وقتی میگن دین یعنی همه دین ها قبول دارن، یهودی ها، مسیحی ها، مسلمان ها، همشون این 3 تا رو دارن. عدل و امامت که شما شیعه ها میگین، اینا اصول مذهب شیعه هست، یعنی شیعه ها فقط قبول دارن. بعد اینا هم اصول مذهبه، نه اصول دین، میره تو دل اونا. مثلا عدل ادامه توحید، امامت هم ادامه نبوت. تو هر پایه درسی مثلا 10 و 11 یکی از این اصول دین رو ما خوندیم، همشون هم در قالب یک سوال مطرح شده. مثلا اینجا رو ببین، تو کتابای هر پایه اینه، تو کتاب 10 درس 1 پرسیدیم هدف از آفرینش انسان چیه، جواب دادیم تقرب به خدا. بعد این شبیه خدا شدن در دنیا اتفاق نمیفته، تو قیامت ما عین خدا میشیم، مثل خدا جاودان در بهشت زندگی میکنیم، مثل خدا هر چی میخوایم میشه. یادتونه تو 10 میخوندیم تو بهشت هر چی بخوای میشه، اینجا اتفاق میفته، معاد. پس کتاب 10 راجع به کدومی که از اصول دین بود؟ معاده. تو کتاب 11 همین که همین چند ماه پیش خوندین تمام کردین، همین کتاب 11 که تو خرداد امتحان نهایی دادین، درس 1ش میگه راه درست زندگی چیه؟ یه سواله. راه درست زندگی چیه؟ یعنی کتابو با یک سوال شروع میکنه. بعد میگفت آره تعقل کنی در پیام الهی. حالا اونی که این پیامو میاره پیامبره، اعتقاد به این که یه پیامبری از طرف خدا به سوی ما اومده میشه نبوت. نبوت کل مبحث کتاب 11تون بود. 4 درس نبوت خوندیم، 5 درس امامت خوندیم، درس 10 فقاهت بود، بعد 11 میگفت عزت نفس داشته باش، 12 میگفت برو ازدواج کن. یعنی پیغمبر هستن، امام هستن، فقها هستن، بابا قوی باش، برو ازدواج کن. کل محتوای کتاب 11تون بود، که خوشبختانه 11 دیگه تو کنکور نمیاد، فقط میمونه 12. آقا 12 به سبک کتاب 11 و 10 با یک سوال شروع میشه. سوال کتاب 12 چیه؟ موجودات هستی خودشونو از چه کسی گرفتن؟ جوابش هستی بخش، که شما همتون گفتین خالق. حالا اعتقاد به اینکه یک خالق هستی بخشی هست، اون هستی بخش یه دونه است، میشه توحید. با افتخار میخوایم 6 تا درس راجع به توحید بخونیم. آماده ای؟ الان کتاب درسی داشتی ها، ما دقیقا صفحه 7 کتاب درسی رسیدیم. یعنی کتاب درسی داشتی اینجوری ورق میزدی، رسیدیم صفحه 7 کتاب درسی، تیتر زده. صفحه 7 کتاب درسی زده نیازمندی جهان به خدا در پیدایش. نیازمندی جهان به خدا در پیدایش. قربان این لبخنداتون بشم ریحانه و زهرا، با من باشید. ببینید بچه ها، شناخت خدا 2 جور مطرحه. یکی این که چون خدا ما رو آفریده، یه جوری آفریده، بذار امروزی تر بگم، تو هارد کامپیوتری که مهندسی که کامپیوتر رو میسازه، تو هاردش یه چیزایی میذاره، هست دیگه، یه چیزایی هم بعد ما میریزیم توش. حالا بیا این ور، خدا که ما رو میآفریده، تو سرشت ما، تو ذات ما یه ویژگیایی رو همینجوری گذاشته. مثلا ما آدما همینجوری عقل داریم، میاندیشیم. ما آدما همینجوری دارای اختیار هستیم. ما آدم ها همینجوری دنبال زیبایی هستیم. ما آدم ها همینجوری عدالت رو میفهمیم و دوست داریم، که این معنا ما آدم ها همینجوری خدا رو میشناسیم. چه خداشناسی فطری. حالا یه مشکلی هست،
آقای کریمی بله ببین دیروز تو کلاس حضوری خانمی دستش رو بالا کرد گفت آقا ببخشید اگه میگین خداشناسی فطریه یعنی ما همینجوری خدا رو میشناسیم من یه دوستی دارم که خدا ناباوره اصطلاحا بهش میگه اتئیست خودش مامان باباش هم اینجوریه میگه من اوکی ام هستم هیچ مشکلی هم ندارم خب پس چرا ایشون با خدا آشنا نیست میگم مثلا خود میگه من به این چیزا فکر نکردم خب آره بچه‌ها فطریات بذار من سوالو بازترش کنم اصلا کل روسیه که قبلا شوروی بود تعداد زیادی آدم تو شوروی تو چین تو کوبا همین الان هستن اصلا به خدا اعتقاد ندارن اصلا خدا رو قبول ندارن مگه نمیگین خداشناسی فطریه پس چرا اینا قبول ندارن آها فطریات دو تا ویژگی دارن باید بهش توجه بشه تا رشد کنه یعنی حالت بالقوه داره مثل اینکه مثلا ممکنه شما بسیار نوازنده خوبی باشین ولی شرایطی به وجود نیومده بنوازین پدر مادرتون تو این وادی نبودن مدرسه و آموزش هم نبوده تا حالا نشده تو بنوازی ولی توانشو داشتی شناگر بودی آب نبوده فطرت ما با خدا آشناست باید حرفش بشه پاش بیفته ببینی خدا رو میشناسی به این معنا عموماً آدما خدا براشون روشنه ولی به این میگن خداشناسی فطری ما با این کاری نداریم تو درس ما میخوایم بیایم خداشناسی عقلی کنیم اگه به این بگیم خداشناسی شناخت اولیه از خدا به این میگیم شناخت ثانویه از خدا ما خدا رو به شکل فطری میشناسیم اوکی ولی میخوایم عقلی بشناسیمش وقتی پای عقل میاد بچه ها استدلال شنیدی؟ استدلال استدلال قیاسی باید بیاری مقدمه اول مقدمه دوم بدی بعد اینجوری منتظر باشی مخاطبت خودش نتیجه رو بگه یه نمونه استدلال بگم جیوه فلزه بگو آره جیوه فلزه هر فلزی رساناست نتیجه رو بگو جان من نتیجه رو بنویس اگه من بهتون بگم جیوه فلزه هر فلزی رساناست مقدمه اول و دوم استدلال رو چیدم مغز هر آدمی الان میتونه نتیجه رو بگه بدون خوندن منطق بدون خوندن ریاضی تو میتونی نتیجه رو بگو نتیجه رو بگو ببینم چی نوشتی بله محدثه جلالیان اشکان بهادری دقیقاً جواب به من گفتن محمد بهروزفر سجاد محمد ارشیا مرسی پسرا بچه ها ببین جیوه فلزه هر فلزی رساناست پس جیوه رساناست اینو میگن استدلال اینو میگن استدلال من شما فارغ از دینت جنسیتت حتی سنت اگه من دو تا مقدمه بهت بگم که از اون دو تا مقدمه بتونی بفهمی آو پس جهان به خدا نیازمنده اینو بفهمیش یعنی بگی یعنی من دو تا مقدمه بگم بعد تو اینو بگی آه پس جهان به خدا نیازمنده وقتی فهمیدی جهان نیازمنده دیگه تو خدا رو فهمیدی تو خدا عقلی برات اثبات شده بیا رو مت حرفامو برجسته تر کنم متشکرم از یکتا نفیسه رومینه ریحانه مرسی دخترای خوبم آفرین آفرین جواب درست اومد متشکرم حالا بیاین رو درسم حرفایی که زدم و دخترها و پسرها تاییدی جواب برام فرستادن حالا میخوایم اینجا بخونیم تیتر اولمونو داشته باشین نیازمندی جهان به خدا در پیدایش بحث نیاز رو بچه ها جدی بگیرید نیاز جهان به خدا در پیدایش خداوند جهان رو هستی داده پس جهان در هستیش و به وجود اومدنش به خدا احتیاج داره میخوایم اینو اثباتش کنیم منتها این تیترمونه در عنوان مقدمه میایم میگیم دو تا شناخت راجع به خدا هست شناخت این یک سوال یک شناخت فطری و اولیه درباره خدا چیست جوابش ما از خدا بر اساس فطرت خیش به روشنی میدانیم روشنی رو بالاش بنویسیم بدیهی میدانیم در جهانی زندگی میکنیم که آفریننده حکیم آن را هدایت و پشتیبانی میکند و به موجودات مدد میرساند فطرتا میدونیم یکی داره جهان رو میبره جلو به این میگن خدا
شناسی فطری. اوکی؟ ما اینو نمیخوایم بخونیم، میگیم این هست. اگرم تو تا حالا به این موضوع فکر نکردی چون بهش توجه نداشتی. فطریات حالت بل استعدادن و بلقوه، باید بهشون توجه بشه. بیایم تو اینجا. دو، شناخت عقلی و ثانویه. یه چیزی وجود داره، این چیه؟ سوال میدن شناخت عقلی ما از خدا چیه؟ ببین، معرفت عمیق درباره خدا یعنی درک وجود او. ببین خانم، وجود، خانم آقا، وجود یعنی هستی. معرفت عمیق درباره خداوند یعنی درک وجود او و شناخت صفات او، که البته راه‌های گوناگونی دارد. یک راه نداره. یه فیلم بود به نام مارمولک، پرویز پرستویی، تیپ قیافه منم داره، بازی میکرد، میگفت به تعداد تمام آدمهای دنیا راه رسیدن به خدا هست. آره، من میخوام بگم فراتر از اون، به تعداد تمام موجودات عالم راه رسیدن میخوام. اصلا هر وجودی یک راهی برای رسیدن به واجب الوجود. پس راه‌های گوناگونی برای درک هستی و شناخت صفات خدا وجود داره. قرآن یکی از اون راه‌ها رو چی میدونه؟ میگه تفکر کنید درباره نیازمند بودن جهان در پیدایش خود به آفریننده و خالق. اونایی رو که اینجوری کادر میگیرم، یعنی اینا عیناً باید یاد گرفته بشه، عین خودش. شناخت هستی و صفات خدا راه‌های گوناگون داره. یکی از اون راه‌ها تفکر درباره نیازمند بودن جهان در پیدایش خود به آفرننده و خالقه. حالا برای این موضوع ما استدلال میاریم. استدلال، استدلال چی بود؟ یه مقدمه میدی، مقدمه اول، مقدمه دوم، خودت نتیجه رو به ما بگی. حالا برای مقدمه اول نگاه کن. بچه‌ها من قبل از این که اینو بگم یه قصه کلوچه براتون بگم. یه کلوچه داریم و یه شکر. شما بگین اگه بخوایم تو این دوتا رابطه ای با هم برقرار کنن، کلوچه و شکر، قرار باشه یکیشون ناز کنه و یکیشون نیاز کنه، یه صفحه میدین به من؟ یه صفحه بدین. بچه ها میخوام قصه ناز و نیاز بگم برات. مخلص همه رفقای خوبمون هستم. آقا شکر، کلوچه، اگه بخوایم به اینا تو این قصه نقش بدیم، کاراکتر بدیم، کدومشون باید تو جایگاه ناز میتونه قرار بگیره و کدومشون تو جایگاه نیاز؟ ماهلین عزیز میگه شکر ناز، کلوچه نیاز. شقایق میگه شکر نازه. امیر هم میگه شکر ناز داره. فاطمه هم میگه شکر ناز داره. همچنان معتقدن کلوچه نیازه. مینو هم میگه کلوچه نیازه و شکر ناز. درسته. ترکوندین چطو. اوکی. بچه ها، ناز مال اینه، نیاز مال اینه. چرا؟ چون کلوچه در شیرین بودن که هویت حقیقی و عامل جذابیت کلوچه است، به شکر احتیاج داره، نیاز داره. این نیاد، این اصلا دیگه کلوچه نیست، شیرین نیست. اما شکر شیرینیش از خودش. علی مرادی، نمیگیم هستیشو، میگیم شیرینیشو. حالا بعد اینو جایگزین میکنیم با هستی. اول تو قصه شکر و کلوچه دانش آموز عزیز ما برای امتحان نهاییش یاد بگیره ما و این جهان کلوچه ایم، کلوچه ایم، ما و این جهان کلوچه ایم. آره، فلسفیش، ما و این جهان پدیده ایم، پدیده ایم.
80 نبودی 85 بودی، مامانو بگو. 40 نبودی 50 بودی، پدر بزرگو بگو. 20 نبوده 30 بوده، تهرانو بگو. نبوده بدن بوده، جهانو بگو. نبوده بودن آقا نبودیم بد بودیم، هستی دادن به ما، پس ما پدیده ایم. ما و این جهان کلوچه ایم، پدیده ایم، نیازمندیم. شکر کیه؟ شکر کیه؟ اون وقت شکر میشه خدا. آنگونه که شکر شیرینیش از خودشه، خدا هستیش از خودشه. خدا این بود، هستیش از خودشه. لذا تا قبل که میریم همینجوری بوده، نیاز به کسی نداشته. بعدنم همینجوری خواهد بود، به کسی نیاز نداره. پس موجودات عالم دو دسته شدن، یا پدید اومدند و پدیدند، یا هستیشون از خودشه. موجودات عالم یا هستیشون رو از کسی گرفتند، یا هستیشون از خودشونه. این دوتا رو بعد یاد بگیری. حالا بیا اینجا، قصه ناز و نیاز و شکر و کلوچه ما تو استدلال چی میشه؟ اسلایدو به من بده. مقدمه اول، ما و این جهان. جهان که میگم یعنی حیوانا و گیاها و جمادات. جمادات یعنی جامدها، مثلا سنگ و کلوخ و اینا میشن جامد. ما و این جهان یعنی حیوانات، گیاهان، جمادات و زمین و ستاره و کهکشان، همه پدیده ایم، کلوچه ایم، پدیده ایم. بعد تعریف پدیده رو یاد بگیرید. وجودمان از خودمان نبوده و نیست. وجودمون از خودمون نیست. وجودم از خودم نیست. خودمونی تر بگم، کسب اجازه دارم جلسه اولی لوس نمیشه؟ خیلی ما بی وجودیم. وجودمون از خودمون نیست، میشه پدیده. ما و این جهان پدیده ایم. تعریف پدیده. سوال امتحان نهایی، تعریف پدیده. آقا پدیده چیست؟ پدیده چیست؟ چیه؟ چیزی که وجودش از خودش نباشه. مقدمه اول تمام. یادتونه گفتم جیوه فلزه، میشه مقدمه اول. بعد راجع به فلز حرف میزنیم. هر فلزی رساناست، میشه مقدمه دوم. نتیجه میگیریم که جیوه رساناست. الان مقدمه اول رو بهت دادم. ما و این جهان پدیده ایم. مقدمه دوم راجع به پدیده صحبت میکنیم. چون راجع به پدیده صحبت میکنیم، این کلیه. مقدمه دوم خیلی کلیه. اصلا یه چیزی بگم، انسانیا که میدونن، غیر انسانیا بدونن. استدلال قیاسی یعنی از یه چیز کلی یه نتیجه جزئی بگیریم. بیا از کل به جز بیارمت. مقدمه دوم، پدیده ها که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند به پدیده آورنده هستند که خودش پدیده نباشد. یعنی وجودش از خودش باشه. وجودش از خودش باشه. برو تو مقدمه اول، وجودمون از خودمون نبوده. مقدمه اول ما پدیده ها، وجودمون از خودمون نبوده. مقدمه دوم میگه هر کی که به وجود اومده نیازمند یه کسیه که پدیده نباشه، وجودش از خودش باشه. درست مثل شیرینی که مثال زدم. ما مثال شکر و شیرینی رو گفتیم که کتابتون هم گفته. یه آقایی وجود داره به نام آقای جامی، جام جامی. جامی میگه ذات نایافته از هستی بخش. چون تواند که بود هستی بخش. وقتی یه ذاتی خودش هستی رو نداره، چجوری میتونه یه چیزی رو هست کنه؟ آقا چایی وقتی شیرین نیست، قربونت برم، چطوری بریزم تو چای تو چایت شیرین میشه؟ وقتی چای خودم شیرین نیست، هستی شیرینی رو نداره، نمیتونه چای تو رو شیرینی کنه. وقتی یه کسی هستی رو از خودش نداره، نمیتونه هستی رو به یکی دیگه بده. ذات نایافته از هستی بخش، چون تواند که بود هستی بخش. خشک ابری که بود زاب تهی، ابری که خودش آب نداره، ناید از وی صفت آب دهی. از وی صفت آب دهی نمیاد، نمیتونه آب بده.
خشک ابری که بود زاب توهی ناید از وی صفت آب دهی. نمیتونه آب بده چون خودش خشکه. دخترم پسرم باید بدونی مثال شیرینی و این دوتا بیت جامی همه مربوط به مقدمه دوم استدلالن. جان من نترسیا، ببین کلن تو کتاب دهم الان میبینی منو، یه دونه استدلال داریم بچه ها، ندیدید منو، یه دونه استدلال داریم، یه دونه، یه دونه، یک دونه، اصلا اشتباه نمی کنی. میگن مقدمه اول استدلالو بگو، تمام. مقدمه دوم استدلالو بگو. نتیجه هم که همیشه میتونی بفهم. طراحا جوری سوال میدن شما مقدمه دومو با نتیجه قاطی کنی. بیا من بهت بگم چیکار کن که این اتفاق نیفته. یه بار دیگه، مقدمه اول میگه ما و این جهان پدیده ایم، یعنی وجودمون از خودمون نیست. مقدمه دوم میگه پدیده ها که وجودشون از خودشون نیست، برای پدید آمدن نیازمند به یک موجود، یعنی که وجودش از خودش باشه. بعد یه بیت شعر میاره، باید بدونی این شعره با این آیه ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ای مردم شما فقیرین به درگاه خدا. حامد پرسیده بودی لینک میاد یا نه، یه لینکه. الان یه دو بیت شعر با یک آیه لینک شد. میگه ای مخلوقات شما نیازمندین، یعنی شما پدیده اید. باید بدونی این آیه با این شعر مربوط به مقدمه دومه. درباره مقدمه دوم اینجا میگه در آفرینش نیز یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست که، خب خودش یک سوال امتحان نهایی بوده، یه چیزی برای به وجود اومدن کی به دیگری احتیاج نداره؟ آقا شکر برای شیرین بودن به دیگری احتیاج نداره. چرا؟ چون شیرینیش از خودشه. حالا میگیم خدا در آفرینش به دیگری احتیاج نداره. میدونین چرا؟ چون خودش ذاتن موجوده. خودش ذاتن موجوده است، معادل اینه وجود ذاتش مساوی وجود است. ذاتش مساوی وجوده. در آفرینش یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست که خودش ذاتن موجود باشد. خودش ذاتن موجود باشد. حالا در این صورت در این چیز دیگه پدیده نیست، نیاز به پدید آورنده نخواهد داشت. اینجا رو ببین، همواره بوده. همواره بوده رو بنویسین ازلی. همواره خواهد بود، بنویسین ابدی. پس خداوند یک وجود ازلی و ابدی است. خدایی که پدیده نیست ازلی و ابدی است. حالا وقتی میگه همواره خواهد بود یعنی فنا ناپذیر است. الان دقت کن، دقت کن. بر اساس این یه خط دو تا سوال یاد بگیر. جان من اگر صفرم هستی دوباره گوش بده، همین دو دقیقه آخر کلاس با من باش. در آفرینش یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست که، یه چیزی در بودنش نیازمند به دیگری نیست که، در آفرینش به دیگری احتیاج نداره. وقتی خودش ذاتن موجود باشه، یعنی وجود از خودش باشه، مثل شکر که شیرینیش از خودشه، یک کسی هست که هستیش از خودشه. همه عالم هستی رو یکی بهشون داده ها، ولی یکی هست که هستیش از خودشه، یکی هست که شروع عالمه، یکی که هستی رو ران کرده، از خودش یه چیز انداخته، بقیه اون دومینو هستی آغاز شده. اون که وجودش از خودشه در این صورت چنین چیزی دیگه پدیده نیست، پدید آورندم نخواهد داشت، همواره بوده و همواره خواهد بود. دو تا سوال اینجا مطرحه. این سوالو تو هیچ کتاب، ببین مثل اون قرمزیه که تو هیچ مداد رنگی نیست، این سوال تو هیچ کتاب درسی نیست، تو هیچ کتاب کمک آموزشی این سوالو نمیبینی. موجودات دو دسته اند. این سوال فلسفه محض، آفریده شده برای امتحان نهایی 1402 که فقط بنویسی تو چی؟ موجودات دو دستن، یا پدیدند یا پدیدند، هستی رو دادن، وجودشون از خودشون نیست یا وجودشون از خودشون هست. حالا چت مال تو، چرا خداوند فنا ناپذیر است؟
ببینم کی جواب درست رو میگه. چترم بنزین رو تابلو. کی جواب درست رو میگه؟ چرا خداوند فنا ناپذیر است؟ کلاس با طعم حضور، کلاسی مجازی با طعم حضوری. بیاد چتت بالا. به به، چه بچه های فرزانه ای داریم ما. ای وجودی که وجودم ز وجودت آبد، نگهدار قربان وجودت که وجودم ز وجودت به وجود آبد. ممکنه بگن پیام این پیده با پیده ارتباط داره. عزیز دلم، دقیقاً این با همون مقدمه دوم ارتباط داره. دمت هم گرم، کلاً یه استدلال فلسفیه، ولی خوشبختانه در امتحان نهایی شعر خارج از کتاب نمیدن. فقط تشکر و قدردانی. اگر کلاهی داشتم به پاس شعر قشنگتون، کلاهو برمی‌داشتم. آنکه که سروین هم خیلی خوشش اومد. مرسی. آها، سوالمون از اینجا شروع میشه. بزنین از ارشیا بابایی بگیم. گفتیم چرا خدا وجودش ناپذیره؟ چون میگه وجودش از خودشه. آفرین. چون وجود و هستیش از خودشه. مرسی سهیل، مرسی حسین، مرسی نیک. آها، نگهدار. الان نیکا ابو عطا اشتباه داره میگه. گفته چون همواره خواهد بود و پدید آورنده. نه ببین، همواره خواهد بود اسم دیگه فنا ناپذیره. ما داریم میگیم چرا فنا ناپذیره، یعنی چرا همواره خواهد بود. فقط باید بگی چون وجودش از خودشه، چون پدیده نیست و پدید آورنده است. مبینا جان، تو هم اشتباه نیکا رو کردی، تو خود سوالو داری تکرار میکنی. اما سید درست داره میگه. چیه اسم ایشون رو بخونین؟ سجاده؟ سجاد. سجاد درست میگه، میگه وجود خودش ذاتن موجود است. سروین، چون وجودش مال خودش، ماله ندیگو دیگه، وجودش از خودشه، وجودش از خودشه. رسای عزیز، چون وجودش از خودشه، آره درسته. نازنین، چون خود خدا پدید است. نه 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 نه، واو، نگهدار. نازنین جان، چه کردی با ما؟ اصلا خدا پدیده نیست، خدا پدید آورنده است. ما و این جهان کلوچه ایم، پدیده ایم. خدا پدیده نیست، خدا وجودش از خودشه. پدیده ها وجودشون از خودشون نیست. بریم دکتر غفاری، چون وجودش از خودشه. برازندت دکتری. دانیال درسته. آزیتا درسته. امیر جان درسته. فاطمه عزیز درسته. درسته، وجودش از خودشه. دمتون گرم. خیلی این دوتا سوال سخت بود. عمرن تو جلسه اول یکی به شاگردش اینو بگه، چون میترسن بچه ها. بچه ها، بچه ها، دعوتیت به کلاس ما هر یک شنبه، ساندی، روز شناخت و معرفت. من کریمی اینجا استدیو تاملن آماده است تا با جان و دل مشکلات درس دین و زندگی تو حل کنه. خودت قنچه موفقیت و بیست در وجودت جوونه بزنه، عطرش رو حس کنی، لحظه به لحظه موفقیت رو درک کنی. آخرین جملمون نتیجه استدلالمونه. بیاین با من باشین، تموم کنیم، نتیجه میگیریم. بچه ها، مقدمه اول، مقدمه دوم، تو نتیجه از خدا حرف میزنیم. میگیم ما و همه پدیده های جهان، سعی کن حفظ کنی، ما و همه پدیده های جهان در هست شدن خود به آفریننده ای نیازمندیم که خودش پدیده نیست و سرچشمه هستی است. این وجود برتر خداست. یه بار دیگه نگاه کن. ما و این جهان پدیده ایم، پدیده ها برای به وجود اومدن نیازمند وجودی هن که وجودش از خودش باشه. نتیجه میگیریم پس ما و پدیده های جهان در هست شدن خود به آفریننده ای نیازمندیم که خودش پدیده نباشد و سرچشمه هستی باشد. ما و جهان رو به خاطر بسپار، در هست شدن خود رو به خاطر بسپار، سرچشمه هستی رو به خاطر بسپار. حالا ببینم میتونی اینو پر کنی. این سوال یه اصلاحی هم بهش بزنم. ببین، در اثبات نیازمندی جهان در پیدایش خود به خدا، کدام مطلب مقدمه دوم نیست؟ مقدمه دوم در مقدمه دوم بیان، یعنی مقدمه دوم رو نمیخوایم. کدوم یکی مقدمه دوم نمیخوایم؟ ما نه، مقدمه اول میخوایم و نتیجه. بگیم مقدمه اول، ما و این جهان پدیده ایم. یعنی چی؟
وجودمان از خودمان نیست. تمام. مقدمه دوم رو نمی نویسیم که می گفت هر پدیده‌ای برای به وجود اومدن به یک چیزی احتیاج داره که وجودش از خودش باشه و دیگه پدیده نباشه. چنین چیزی همواره بوده و همیشه خواهد بود و فناناپذیره. اونو نمی نویسیم دیگه. ما مقدمه اول دومو گفتیم، حالا می خواهیم چی رو بنویسیم؟ نتیجه. میگیم ما و این جهان، ما و همه پدیده های جهان در هست شدن خود. ادامهشو با رنگ دیگه ای می نویسیم. نیازمند پدید آورنده هستیم که سرچشمه هستیست. رنگ دیگه می نویسیم. این وجود برتر خداست. یه راه تشخیص خوب بهت بگم. آقا مقدمه دوم اصلا از کلمه خدا استفاده نمی‌کنه. یعنی اگه سوال دو گزینه‌ای دادن، کدوم در کدام گزینه نتیجه استدلال آمده یا در کدام گزینه مقدمه دوم استدلال اومده، یادت نگه دار. فرق مقدمه دوم با نتیجه اینه که مقدمه دوم کلی‌تر از نتیجه است و در نتیجه کلمه خدا همیشه میاد. واژه خدا، پدیدآورنده، سرچشمه هستی اومده، ولی در اونا نیومده. ما و اینجا هم پدیده ایم. دوم، پدیده ها در به وجود اومدن به خدا احتیاج، نه، پدیده ها در به وجود اومدن به چیزی احتیاج دارن که پدیده نباشه، هستیش از خودش باشه. و در نتیجه میگیم ما و جهان در هست شدن خود نیازمند پدیدآورنده‌ایم که سرچشمه هستیست و این وجود و برتر خداست. بچه ها ما تا آغاز صفحه 9 کتاب درسیتون، یعنی تیتر نیازمندی جهان به خدا، تدریس کردیم. دم شما گرم، ممنونم، فوق‌العاده شما این بچه ها، دستتونم درد نکنه، خیلی خیلی سپاسگزارم. دوباره عنوان میکنم بچه های عزیز، ما کل مطالب رو عمیق و دقیق باهاتون میگیم، مدام ارتباط داریم. ادمین عزیزمونم اگه ممکنه آیدی منو بنویسه بچه ها ببینن، محمد کریمی خط تیر 4، حتما به خاطر بسپرید، منو فالو کنید، اونجا پیام بدید، من پیاماتون رو جواب میدم. هر مشکلی برای ثبت نام بود راهنماییتون میکنم. این کلاس رو ثبت نام کنید ساندی یک شنبه ها با پدر معنوی خودتون محمد کریمی روزگار بگذرونید. هم از دین خواهیم گفت، هم از زندگی. سعی میکنیم علاوه بر 20 نهایی شما، دینی کاربردی بهتون بگم. یا علی مدد، در پناه خدا باشید. خدا حافظ.